دکتر مهدی زار استاد پژوهش کرده زلزله شناسی تهران طی ته یادداشتی در روزنامه اعتماد هشدار داد که خوشسالی شدید به زودی بیش از نیم میلیون نفر در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان را مجبور به مهاجرت به سایر نقاط ایران خواهد کرد این استاد زلزله شناسی و پژوهشگر محیط زیست افزود بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان کشاورز هستند اما خوشسالی معیشت آنها را از بین برده است سیستان و بلوچستان دومین استان بزرگ ایران است که با افغانستان و پاکستان همسایه است اکثریت ساکنان آن از نظر اقتصادی ضعیف ترین بخش جمعیت ایران هستند این منطقه از سال 1377 کنون با کمبود شدید آب و دوره مختلف خوشسالی دست و پنجه نرم کنند مشکل اکنون به سطح بحرانی رسیده است این منطقه از سال آبی 1399 و 1400 به بعد چند دوره از بارندگی کوتاه ولی بعضا سیلاسها و البته دوره‌های طولانی بدون بارندگی را تجربه کردند. مهمترین سرچشمه آبی سیستان و ولوچستان، دریاچه هیرمند و تالاب هامون است که به دلیل کاهش نزولات آسمانی و امتناع طالبان از ارسال حقابه ایران تقریبا رو به نابودی است در ادامه این یادداشت آمده شرایط در این استان پس از آن بدتر شد که افغانستان جریان رودخانه هیرمند را که حوزه آفخیزداری اولیه سیستان است محدود کرده و در نتیجه این, منطق در نتیجه این منطقه را از سهم حق خود از آب محروم کرد. افغانستان در دو دهه گذشته صدها و کانالهایی ساخته است که سهم ایران از آب را به میزان قابل توجهی کاهش داده است،